بچه سلام، به یکی دیگه از ویدیوهای من خوش اومدید. سنا هستم. این ویدیو در رابطه با ولنتاین هستش. میخوام بهتون نشون بدم که چقدر راحت میتونی تو این روزا با کمترین هزینه یه ولنتاین قشنگ و شیک و عالی داشته باشید. یعنی شما میتونید با کمترین هزینه چیزای خیلی خوشگل و مامانی درست بکنی و ازشون لذت ببری. حتما نیازی نیستش که برید و یه عالمه خرج بکنید و چیزای گرون قیمت تهیه بکنید. میخوام بهتون نشون بدم که برای ولنتاین امسال من چی آماده کردم و باهاتون همه رو شیر بکنم. اول بیاییم با هم بریم سوپرمارکت، اون چیزایی که لازم دارم از سوپرمارکت بخرم بهتون نشون بدم، بعد برمیگردیم توی آشپزخونه و بهتون میگم که چیکار میخوام باهاشون بکنم. اوکی بچه ها، این شاپینگی بود که برای ولنتاین من میخواستم. ببینید چقدر کم و سالم. حالا بریم که بهتون نشون بدم که با اینا میخوام چیکار کنم. خب دوستای گلم، خریدامون رو کردیم، برگشتیم که آشپزخونمون. الان میخوام بهتون نشون بدم چه وسایلی نیاز داریم و چیکار میخوایم بکنیم. میخوام یه سبد میوه خوشگل درست بکنم، مثل یه سبد گل، مثل یه دست گل، منتها همه از میوه. بعضیاشون رو میخوام به شکلات آغشته بکنم و همه رو دورش توی سبد بچینم، خیلی خوشگل بشه. هم هلتی هستش، هم سالمه، هم ارزونه و خوشمزه هستش. بیاین بهتون اینجا نشون بدم که من چه چیزایی رو نیاز دارم. یه سبد نیاز دارید، حالا هر مدل سبدی میتونه باشه که در واقع اون میوه هامونو توش ارنج بکنیم. سیخ چوبی نیاز داریم برای میوه ها. قالبای کوچولوی شکل گل و قلب و اینا نیاز داریم که میوه هامونو باش قالب بزنیم. و من شکلات خریدم که بعضی از میوه ها رو اینو آب میکنم، آغشته میکنم. شما هر نوع شکلاتی میتونید بخرید. من شکلات دارک 70% خریدم چون سالم تر هستش و شکرش کمتره. این کاهو، این یه نوع کاهو گرده، نمیدونم والا آیسبرگ بهش میگن، کاهو آیسبرگ به فارسی نمیدونم. ما میخوایم اینو بیس سبدمون بذاریم که این سیخ چوبیا توش بره و مثل دست گل میوه‌مون معلوم بشه. که من سعی کردم یه سایزی بخرم که به سبدم بخوره، که میبینید به سبدم کاملا میخوره. پس سایز کاهو و سبدتون رو خودتون باید با چشم چک بکنید و به همون سایز بخرید. اگرم کاهوتون بزرگ بود و توی این سبد نرفت، میتونید ببرید و فیکسش بکنید توی سبد. خب اولین کاری که ما میکنیم، این کاهو رو میایم باز میکنیم و اینو فیکس میکنیم توی سبدمون. به همین شکلی که هستش ما اینو داخل سبدمون جا میکنیم. اگر هم میخوایم یکم پایین تر بره، سر اینا یکم میبریم که صافتر بشه. در واقع این کوچولو اینو میبریم صافتر بشه و اینو میذاریم اینجا. این از این. خب دوستای گلم، الان میخوام بهتون نشون بدم که من چه میوه هایی میخوام استفاده کنم. از انگور دو رنگ استفاده میکنم، انگور مشکی و انگور سبز. از بلوبری استفاده میکنم،
دوستان شما میتونید از هر میوهی استفاده کنید تا اونجایی که بشه داخل سیخهای چوبی وایسه و سیاه نشه خوبه. مثلا موز و سیب زیاد جالب نیست چون سریع سیاه میشه. آناناس استفاده میکنم و یه طالبی گرفتم. با این قالبا این آناناس و طالبی رو قالب میزنم، ولی این چیزای کوچولو رو مستقیم چون گرد هستن مستقیم داخل سیخ چوبی میره. یه چیز جالب دیگه که من دارم گوجه گیلاسیه که من میخوام گوجه گیلاسی هم بزنم. دلیلش هم این هستش که من همسرم گوجه فرنگی دوست داره برای همین، ولی خب حتمی نیست که شما حتما باید این کارو بکنید. خب بریم که میوه‌هامون رو شروع کنیم با سیخ قالب بزنیم و به سیخ بکشیم ببینیم که چجوری میشه.
خب بچه ها میبینید که ما کارامون رو انجام دادیم، همه شاخه هامون آماده شده، حالا میخوایم اینا رو تا اونجایی که میشه بزنیم و تزیین کنیم روی این گلدون، بریم که با هم درستش کنیم. خب دوستای گلم، این از سبد میوه ولنتاین من که خیلی ساده و راحت توی خونه میتونید با کمترین هزینه درست بکنید و از سالم‌ترین و خوشمزه‌ترین چیزا با ولنتاینتون لذت ببرید. من لینک خرید تمام قالبایی رو که استفاده کردم رو براتون تو قسمت توضیحات ویدیو و کامنت اول میذارم که میتونید تهیه بکنید و لذت ببرید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. ولنتاینتون هم مبارک باشه. تا ویدیوهای بعدی مواظب خودتون باشین.